سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه کارمون. میخوایم جلسه چیکار کنیم؟ چند تا کار میخوایم جلسه انجام بدیم. یکی که الان من این دکمه ادیتو میزنم هیچ جای خاصی منو نمیبره. نگاه کنید، خب چرا؟ چون آدرس رو درست نمیاره. بعد این ادیتو میزنم یه اسلش آیدی اسلش فلان اضافه کنه تهش. پس میام اینجا توی صفحه ادیت هم ببخش تو پروداکت لیست هم اینجا که دکمه یه ادیت گذاشتم تو اینجا هم نیستش، یادم رفته کجا گذاشتمش دکمه ادیت رو. آها اینجا گذاشتم تو ادمین پروداکت، اینجا دکمه ادیت گذاشتم اینا هاش. وقتی روی این آدرس کلیک میشه، خب باید من رو به چه صفحه هدایت بکنه؟ به صفحه ادیت پروداکت اسلش آیدی اسلش علامت سال ادیت فلان، درسته؟ پس میام اینجا اسلش مصابیه اون پروداکتی که کلیک کردم روش آیدیش یه علامت سال ادیت مساویه ترو. یه چک بکنیم. اینو میخوام ادیت کنم. درست. این از استپ بعدی چیه؟ اینی که من وقتی ادیتو میزنم میاد توی صفحه دیگه، درسته؟ اینجا یه دکمه آپدیت هست. وقتی این دکمه آپدیت رو میزنم باید یه اتفاقی بیفته. بعد برایش یه دونه چی بنویسم؟ یه روت بنویسم اول. میام توی روت، بعد خود این اضافه میکنم از نوع پست. این پست دیگه آیدی در کار نیست. خب بریم اینو بنویسیم. بریم تو کنترلر پستش رو بنویسیم، ادیتو بنویسیم. خب این قسمتش رو فعلا برشه برمیگردم درست میکنم. بریم داخل پروداکتم. کجاست پروداکتم؟ توی ماژول پروداکت. خب چی کار میخواییم بکنیم؟ زمانی که کاربر من محصول رو ادیت میکنه، دکمه آپدیت رو میزنه، خب چه اتفاقی باید بیفته؟ این سیوه باید فراخونی بشه کانستراکتورم. اینجا دو حالت پیش میاد. درخواستی که سمت این سیو میاد یا از اد پروداکت داره میاد یا از ادیت پروداکت. فرقشون چیه؟ فرقش اینه که اونی که داره از اد میاد آیدی نداره، اونی که از ادیت داره میاد آیدی داره. پس میام اینجا یه آیدی اضافه میکنم. خب بعد سیومو شرطی میکنم. خب میام اینجا اینو فعلا از اینجا برمیدارم میذارمش یه جا دیگه، اینجا یه شرط میذارم، اینجا نه، داخل این میگم اگر آیدی وجود داشت، یعنی تا حالت ادیت بودیم، در اون صورت تو برو ایندکس اون محصول رو پیدا کن تو لیست پروداکتس با دستور find index. پس برو ایندکسش رو پیدا کن. ایندکس رو پیدا کردی بیا چیکار کن؟ با
اسم بدر اپراتور محصولات قبلی رو بگیر، بعد توی این برو سراغ اون ایندکسی که پیدا کردی، یعنی دقیقا همون محصول، اینو برابر بذار با دیس. این دیس به کی اشاره داره؟ به این. خب میدونم بذار اینجا عجیب غریب شده، جلوتر بری متوجه میشی چیکار دارم میکنم. بعد چیکار میکنید؟ دقیقا هم این FS Write رو مینویسیم اینجا. فقط به جای پروداکت میشه updated products. خب این تا اینجا بود. حالا بیم اینجا else‌شو بنویسیم. else‌شو همین دوتا رو میارم اینجا. این هم همچنین. اگر محصول وجود نداشت، آیدی نداشت، یعنی داره اد میکنه محصول، اون وقت یه آیدی جنریت میکنه. اما اگه آیدی داشته باشه، این محصولات قبلیمونه اومده ایدیتش بکنه. فرقشون اینجاست. خب حالا بیام اینجا توی ادمین کنترلر، خب ما get edit product رو نوشتیم، چی رو باید بنویسیم؟ export.postEditProduct یه ریکوست ریسپانس نکست. خب اینجا بچه ها من باید به آیدی محصول دسترسی داشته باشم. برای این کار میگم اون ریکوستی که داره میاد سمتش توی بادی خودش آیدی رو داره. از کجا داره؟ میام صفحه ادیت، قبل از این باتمه یه دونه شرط میذارم. میام اگر تو حالت ادیتینگ بودیم اگه تو حالت ادیتینگ بودیم یه دونه اینپوت درست بکن، تایپشو بذار هیدن که دیده نشه توی صفحه. یه ولیو بهش بده برابر آیدی، این نیم هم بهش بده، خب اگه تو حالت ادیتینگ باشیم اینو همراه بادی میفرسته، درسته؟ همراه بادی اینو میفرسته. من اینو نبستمش هنوز. من میتونم اینو این سمت داشته باشم توی اینجا تو بادی ریکوستم، اون اینپوته که هیدن رو دارم توشم آیدی هستش. خب پس آیدی رو گرفتم اینجا. خب میگم که const، کاربر من داره فرم پر میکنه دیگه، میگم updated title برابر است با اون ریکوستی که داره میاد توی بادیش، برو دنبال تایتل بگرد. خب این فرمو که پر میکنه این اطلاعاتو من دریافت میکنم. خب const updated price برابر است با اون ریکوستی که داره میاد توی بادیش، اینپوت پرایس رو بگیر، بعد ایمیج رو میخوام const
updated image URL برابر است با ریکورسی که داریم میاد بادیش image URL const updated description برابر است با ریکورسی که داریم میاد بادیش description. خب اینا رو گرفتیم، چیکار باید بکنیم؟ میگم const updated product برابر است با یک اینستنس از کلاس product درست میکنم و تمام اینا رو بهش پاس میدم. و در نهایت updated product.save. خب میمونه چی بچه ها؟ میمونه اینجا اینو اضافه کنم که باید اینو بیارم اینجا به اینا بدم. خب کاربر من وقتی این دکمه آپدیت رو میزنه این فراخونی میشه، درسته؟ این فراخونی میشه میاد محصولات و اطلاعاتش که میگیره یه اینستنس ازش درست میکنه سیف میکنه، این میاد اینجا، میاد اینجا. خب اینجا اینستنسه که داره درست میشه، خب سیفه چک میکنه اگه آیدی وجود داشته باشه آپدیت میکنه، اگه آیدی وجود نداشته باشه ایجادش میکنه. یه مرحله دیگه میمونه، اونم اینه که بعد از اینکه سیو رو انجام داد منو ریدایرکت بکنه به صفحه اصلی اینجا. یه بار دیگه مرحله با هم چک کنیم بچه ها. کاربر من میاد صفحه ادیت، درخواست پست میده. این از کجا داره میاد؟ از این دکمه داره میاد. خب از این دکمه بچه، این داره از این دکمه میاد. این دکمه رو که میزنه یه درخواست پست به صفحه ادیت میفرسته، درسته؟ این میاد کجا؟ این میاد اینجا، میگه یه درخواست پست اومده با این آدرس، بخش این، اینو اجرا میکنه. این چیکار میکنه؟ اطلاعاتی که کاربرم جدید وارد کرده رو میگیره، یه اینستنس جدید درست میکنه، سیوش میکنه، صفحه برمیگرده. این هم اینجا انجام میشه. اینجا. خب بریم یه چک بکنیم با هم دیگه. توی صفحه پروداکت، ادمین، میخوام ادیت کنم محصول هم. مثلا قیمتشو میکنم 1600. اینو که میزنم، یه درخواست پست میره، اطلاعات جدیدو میگیره، میره توی کلاسم. تو کلاسم چون این آیدی داره میره تو ادیت. این چی میگه؟ آپدیت بود بیو کندن عکس بیفور اینشنالیزیشن. سیتی دادم. چه اینجا گذاشتم؟ آه این اشتباه نشتم اینجا رو. یه تیکر رو آیدی تایتل ایمیج یورل پرایس دسکریپشن این اضافه بوده گذاشتم اینجا. آیدی تایتل بذارید این ترتیبش هم درست بذارم، ایمیج یورل دسکریپشن پرایس. بریم یه چک بکنیم الان. من برمیگردم یه بار دیگه تو ادمین ادیت 1600 آپدیت میکنم، برمیگرد صفحه اصلی شد 1600.
تو اینجا هم عوض میشه پروداکت هم. بذار اینو اینجوری کنم که دیگه نازمش اسکرول کنم. 1600 درسته. خیلی عالی. بریم بیام جلسه بعدی میخوام بریم سراغ دیلیت کردن محصول فعلا.